به نام خدا سلام عرض بکنم خدمت همه هموطنان عزیزمون و با یه برنامه دیگه باشم فوتبال برتر در خدمتتون هستیم و یه مهمون عزیز داریم، بازیکن نچندان دور تیم ملی و استقلال آندو تیموریان. مرسی که دعوت ما رو قبول کردی آقای آندو خان. به سلام علیکی مردم عزیزمون بفهمید. منم سلام عرض دارم خدمت شمای بیزاده و تمام بیانگان عزیز در فوتبال برتر. خیلی خوشحالم که توی جمعتون هستم در خدمت هستم. ما خیلی با هم رفیقیم ولی خنده میگیره ازش سوال بپرسم. همین میخوام نگاه بپرسه از اون خنده میگیره. آندو جان از خودت بگو الان چی کار میکنی؟ در حال حاضر مشغول چه کاری هستی؟ میدونم که الان داری تمرین میکنی. والا من الان یک سال رو فکر میکنم 5-6 ماه فعالیت ورزشی فوتبالی ندارم، ولی با مربی بدنسازم ممرزا مولایی مرتب تمرین میکنم تا اگه انشالله اگه خدا بخواد نیم فصل بازی بکنم. اگه تونستم برگردم تمرین کردم، شرایط بدنیم نرمال خوبه، بتونم نیم فصل بازی بکنم، شرایطش مهیا باشه که اون اتفاق خوشگله بیفته انشالله بتونم بازی بکنم. اگه چیه اتفاق خوشگله؟ حالا با چند تا تیم مذاکره بودم داری به هم گردی استقلال و بعضی حالا یه صحبت هایی کردیم، حالا ببینیم شرایط به چه گونه‌ای هستش. 100% نشده. خب تیمش هم الان شرایط نرمالی داره، دارن خوب بازی میکنن. تو این 5-6 هفته آخر با مربی که دارن شرایط تیمشون نرمال هستش. بالاخره شاید منم یکی از گزینه‌ای باشم که اتفاق بیفته که نیم فصل بیام. پست مورد علاقت قبل اینکه فوتبالیست بشی چی بود؟ من پست اصلا فوروارد بودم قبلا هاشم جان. فوروارد بودم. تکنیک نداری چجوری فوروارد؟ فقط میزدی عملو. فوروارد بودم، بعد یه سری دفاع راست بازی کردم. بعد که به استقلال تهران اومدم آقای صمد مرفوعی یه بازی دوستانه من آفک دفاعی گذاشت، دیگه از جوان استقلال دیگه آفک دفاعی بازی کردم تا آخر. دوست داشتی دیگه پست خوبی بود. آره فکر می‌کنم اون پست برای شرایط بدنی و فوتبالی خودم اون پست برای من تخصصی تر بود. حالا اولین بار کی بهت خبر داد که به لیگ جزیره بری و خوشحالی تو چه حد بود؟ چقدر خوشحال شدی؟ والا بعد از سال 2006 اگه اشتباه نکنم، خب توی بعد جام جهانی بله توی آلمان بودیم که توی اون بره زمانی من آینتراخت فرانکفورت میخواست، مسئولانشون اومده بودن اونجا که من ببرم برای آینتراخت بازی بکنم. دیگه خودم یکم چون سنم پایین بود نمیتونستم تصمیم بگیرم. دیگه بعد از بازی جام جهانی گفتم من باید مدیر برنامه هم در مورد این افسو صحبت بکنیم و اینا. ولی خب موقعی که برگشتم من یک سال دیگه با مسلم قرارداد داشتم و باشگاه مسلم نمیذاشت که من برم و یه ایمیل از اتحادیه فوتبال انگلستان به فدراسیون فوتبال ایران اومده بود که من تیم بولتون واندرز انگلستان منو میخواستم اونجا از فدراسیون فوتبال فهمیدم. Behind him, Andranik is arriving, put through by Juve, put in by Andranik. It's a wonderful Bolton Wanderers goal, and they have the lead at Wigan. Andranik Tamorian. اینجا بهترین مثلا دوستی که پیدا کردی کی بود؟ من سال اولی دوستت کی بود؟ سال اولی خب ما یه گلر داشتیم، گلر تیم ملی عمان بود، علی لبزی. با اون خیلی خوب بودم، همیشه با هم دیگه میرفتیم میومدیم. مثلا با الاجی دیوف خیلی خوب بودن. از مربیاتو خاطره داری چیزی؟ اولین سالم بود، حضور توی بولتون بودم، رفته بودم سر تمرین. بعد از هم دیگه داشتیم تست میگرفتن، یه تست ویو دو مکس میگرفتن از بازی کنم. سر تمرین اول بودیم، خب تازه از ایران رفته بودیم، عادت نداشتیم اونجا، زبانم کم بلد بودیم، زبان انگلیسی. هی بازی میکردم میرفتم میزدم تو گل ما. من همش وایستاده بودم توی تمرین. رفتم به سمالادت کنم چرا منو بازی نمیدی؟ گفتم من خیلی خوبم. گفت خیلی خوبی، برای لیگ ایران خوبی. همینجوری بهت گفت اینجا باید اول فوتبال یاد بگیری. حالا بعدش همونجا موندی دیگه. بعدش اومدی ایران، دوباره انتخابای عجیب تو سایپا، ماشین سازی. راجب انتخابا والا سایپا شرایط تیممون خیلی خوب بود. متاسفانه من یه مسئولیت بازی با فولاد از نایه زانو برام پیش اومد توی بازی با فولاد توی فولاد که متاسفانه 4 ماه از شرایط فوتبال دور بودم تا خوب شدم برگشتم و دیگه آخر فصل بود و دیگه نتونستم ماشین سازی بازی و... بعدم دیگه رفتم ماشین سازی. اونجا فکر میکنم شاید یه کوچولو اشتباه کردم توی انتخابم، ولی
بالاخره هر کسی برای خودش میخواد بهترین ها اتفاق بیفته. حالا گفتیم ماشین، ما با استقلال خاطره بگم، با استقلال رفتیم تبریز بازی داشتیم با ماشین سازی، بعد داشتیم بازی میکنم، موقع گرم کردن تماشا چه میگفتن ماشین ماشین، بعد من فکر کردم ندارم میگن هاشیم هاشیم، بعد من رفتم دست تکون دادم، امیر خان به من گفت چیکار داری میکنی، چرا داری میری در، گفتم آقا دارم من رو صدا میکنم، گفتم آقا دارم میگم ماشین نه هاشیم. یا اونجا هیچ وقت یادم نمیره این خاطره رو. شوتم که خیلی خوب میزنی، شوتم یه چند تا زدیم دیگه، فکر کنم بهترین گل تاریخ بویرام که با هم دیگه هم اتاق بودیم، یکم دیر وقت خوابیدیم اگه اشتباه نکنم، ساعتشو آره یادت آره دیر رسیدیم، آفرین، فکر کنم صبح خوابیدیم اولوش 2 3 صبح خوابیدیم، بعد یه مارمولکی تو اتاق آره افتاده بودی دنبال مارمولکی، من فامیلو نکشم من خوابم نمیبره، بهت گفتم هاشم بخواب کاری نداره بابا، بعد یادت بهت گفتم تو یا تو بول یا شما خیلی اومده بودن سر صدا میکردن نمیذاشتن بخوابیم، تماشاگر تیم بوریان بودن اگه اشتباه نکنم. دقیقاً. بعد گفتم هاشم گفتی چی؟ گفتم یا شما گل میزنی یا من گل میزنم. بعد صبحونه رفتیم قدم زدن، نمیدونم چی شد این حرفو زدی، چی گفتی خودت بگو. من گفتم هاشم نه شبش بود که داشتیم میخوابیدیم، شبش بود. گفتم هاشم بخوابیم دیگه 2 3 صبح تازه رسیدیم خسته ایم، گفتم یا شما گل میزنی یا من میزنم، گفتیم اگه میشه، گفتم فردا صبح میشه میبینیم. آقا حس حضور تو جام جهانی دو دوره بازی کردی، خیلی دوست دارن تو جام جهانی باشن. حالا فکر میکنم این بالاترین سطح فوتبال تو دنیاست. فکر میکنم تنها واقعی که میتونه فوتبالیست های از لیگ ایران خارج بکنه یا واقعی جام جهانی یا جام ملت های آسیاست. خیلی خوشحال بودم تو سن کم جه بازی کردن جلو تیم ملی آنگولا، مکزیک و پرتغال، مثلا بی نظیر بود. حالا بازیکن ها و کادر فنی بعد بازی با مکزیک به میرزاپور چی میگفتن؟ به میرزاپور یادت هست؟ نه اون بازی با پرتغال بود، من خودم بهش گفتم بنده خدا 90 دقیقه رو هوا بود، فقط دایم میزد شوت میزدم بازیکنشون این ور رو میگرفت اون ور رو میگرفت، گفتم آقا ابراهیم یکم رو زمین باش اومدیم خودتو ببینیم. خیلی بازی قشنگی بود اون بازی، ولی تیمشون تیم خوبی بود پرتغال، همشون اروپا بازی میکردن. یادش آقا یه خاطرم بگو قبل بازی با آرژانتین که با هم هم‌اتاق بودیم، من و تو خسرو بود، من و تو خیالش کردیم، البته بازی خیلی حساس بود، بازی حساسی بود، ما بازی اولیمونو با نیجریه خیلی خوب بازی کردیم، 0-0 شدیم، بعد یادت زنگ زدم گفتم خسرو با هاشم بیا اتاق ما، گفتیم چیکار کنیم، نشستیم اسم و فامیل بازی کردیم، یادت یادش بخیر. ساعت چند بود؟ ساعت چرا دیر میخوابیدیم همش؟ اصلا نمیخوابیدی تو اگه خوب میخوابیدی تو این چند سالی که من باهات بودم، اگه خوب میخوابیدی تو الان به نظرم میتونستی لیگ برتر انگلیس بازی کنی، با اینکه خوابت خوب نبود ولی بدن دست آدمیزاد نیستی، فامیل بازی کردیم، اسم فامیل بازی کردیم، نیست شما در اسم فامیل با هم بازی کردیم، بعد خسرو رسیدیم به یه سند که اشیا بود، یاد تو خسرو چی نوشته بود؟ گفتم با که بنویسیم، خسرو زد کامیون، گفتم الان 3 صبح کامیون نمیتونه تردد کنه. خیلی خوب بود، یادش بخیر. بازی با آرژانتین جای تو خیلی خالی بود، من دیگه معصوم شدم، معصوم شدی، ممنون از لطف. حالا بهترین بازیکنی که کنارش بازی کردی کی بود آندو جان تو این چند مدتی که بازی کردی، چه حالا داخلی چه خارجی؟ حالا داخلی علی آقا کریمی، فکر میکنم که مطمئن هستم، یعنی لولش اصلا فراتر از آسیا بوده فوتبالش. حالا تو این دوران فوتبالی که بازی کردی با کدوم بازیکن دوست داشتی کنارش باشی بازی کنی نشده؟ من ایران محمد نوری واقعا آره. نشد بازی کنی؟ نتونستیم توی یه تیم کنارم بیا توی لیگ بازی کنیم. آندو تو این فوتبال به چی نرسیدی؟ البته به همه چی رسیدی خدا شکر، ولی شاید بیشتر مثلا میتونستی موفق تر باشی. حالا همیشه خدا رو شکر میکنم توی زندگی ورزشی تا اینجایی که تونستم به خواستهایی که خودم داشتم توی فوتبالم رسیدم. حالا میتونست یکم شرایط بهتر باشه، ولی هیچ موقع افسوس چیزایی که نتونستم و مثلا به دست بیارم و بهش برسم و نخوردم.
اینجا هم رسیدیم به آخر برنامه و اون دو چون اگه حرفی چیزی داری با بینندگان عزیز انجام بده که برنامه رو تمام کنیم. منم به نوبه خودم از شخص خود داشن جان مرسی از لطفت. دوست خیلی خوب من هستی، خودت هم میدونی قلبی دوست دارم. از شخص خودت که وقت محترم تو به من دادی تو این برنامه دارم. خواهش میکنم. دوستانی که اومدن از طرف فوتبال برتر تشکر میکنم. امیدوارم که مردم این ضبطی که با هم دیگه انجام دادیم رو ببینن، ویدیو رو لذت ببرن. ممنون از شما که تماشا کردین برنامه رو، امیدوارم دوست داشته باشید و خوشتون اومده باشه. یا علی.